به نام خداوند بخشنده مهربان. شاگردای عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب و خوش و صحتمند باشین. من نرگس رحمتی هستم و امروز میخواییم درس دوم از مضمون بیولوژی صنف نهم را با هم آغاز کنیم. شما در درس گذشته در مورد سیستم هاضمه موضوعات زیادی را یاد گرفتین. ما خواندیم که سیستم هاضمه یک سیستمی است که در هضم و جذب مواد غذایی و تبدیلش به مواد مفید و نیازمند بدن نقش مهم و اساسی را اجرا می‌کند و همچنین در مورد اعضای مختلف سیستم هاضمه از جمله دهن و دندان اطلاعات زیادی را به دست آوردیم که ما گفتیم یکی از مراحل مهم هضم در دهن صورت می‌گیرد و دندان‌ها نقش مهمی در هضم و جذب غذا در دهن دارند. و همچنین در مورد ساختمان داخلی دندان ها ما در جلسه قبلی موضوعات زیادی را خواندیم. امروز موضوعی که میخواییم در مورد او بخوانیم در مورد انواع دندان هاست. خب، همین قسم که در شکل میبینین این شکل دندان های یک انسان است که ما قبلا هم گفتیم دندان ها به صورت عموم به دو شکل رشد و نمو میکنن، یکی دندان های دائمی و یکی هم دندان های شیری. امروز می‌خوایم در مورد انواع دندان‌های دائمی با هم بخوانیم. ما گفتیم که دندان‌ها به طور مساوی در دو علاشه بالا و پایین به تعداد 32 عدد که 16 عدد در علاشه بالایی، همین قسمی که در شکل می‌بینید، 16 عدد در علاشه بالایی و 16 عدد در علاشه پایینی قرار دارند. امروز می‌خوایم در مورد این بخوانیم که این دندان‌ها چه وظایفی را اجرا می‌کنند و به چه نام‌هایی یاد می‌شن. همینقدر که در شکل می‌بینین 4 دندان پیش روی را که به رنگ سبز برای شما نشانی شده که راحت‌تر بتونن شناسایی کنین، 4 دندان پیش روی را به نام دندان‌های ثنایا یاد می‌کنن، یعنی 4 دندان پیش روی هر فرد به نام دندان‌های ثنایا یاد می‌شن. در کنار ثنایا در هر دو طرف یک دندان‌های وجود داره که به رنگ نارنجی اینجا نشانی شده که این دندان‌ها را به نام دندان‌های نیش یا انیاب هم یاد می‌کنن. دندان‌های انیاب معمولاً نسبت به دیگر دندان‌ها درازتر و تیزتر هستند و به همین خصوصیتی که دارن برای قطعه کردن و پارچه کردن غذا و مواد غذایی که ما می‌خوریم استفاده می‌شن، یعنی به خاطر تیز بودنشان مواد غذایی را به قطعه‌های کوچکتری تقسیم می‌کنن. در کنار دندان‌های نیش یا انیاب دندان‌های دیگری وجود داره که به نام دندان‌های آسیاب یاد میشه، آسیاب کوچک و در کنار او یا در عقب او آسیاب کلان یاد میشه. آسیاب کلان و آسیاب کوچک هر دو دندان‌هایی هستند که در کناری که در قطعه کردن و پارچه کردن غذا نقش دارن، در نرم کردن غذا هم نقش اجرا میکنن، مخصوصا آسیاب کلان که وظیفه اصلی او نرم کردن غذاهایی است که ما میخوریم. پس این 4 نوع دندان در تمام ما انسان‌ها وجود داره. عضو بعدی که در هضم و جذب غذا مخصوصا زمانی که غذا در دهن ما قرار داره نقش داره زبان هست. همه ما شما با زبان آشنایی داریم و میدانیم که بدن تمام انسان ها دارای زبان هستند. زبان ها نقش های مهم میره در بدن موجودات زنده اجرا میکنن. از جمله مهمترین نقششان ایست که در صحبت کردن و تکلم کردن نقش مهمی دارن و یا فایده دارن. وقتی که ما صحبت میکنیم زبان بسیار مهم است. نقش بعدی زبان همونطور که گفتیم در هضم و جذب غذا هست. وقتی که ما غذا را میخوریم، غذا و مواد غذایی که در دهن ما قرار داره توسط زبان به قسمت‌های مختلف هدایت میشه و حرکت داده میشه. مخصوصا اینکه زبان غذا را به طرف دندان‌ها هدایت میده تا توسط دندان‌ها به قطعه‌های کوچکتری پارچه و ریزه شوند. و همچنین یک نقش مهم دیگر زبان در مورد این است که زمانی که ما یک غذا را میخوریم، میدانیم که بعد از او لعاب دهن ما افراز میشه یا همون قدوات لعابیه شروع به فعالیت میکنن و زبان وظیفهش ای است که غذای خورده شده یا غذایی که در دهن ما قرار داره را با لعاب دهن یک جای کنه و مخلوط کنه به خاطر که غذا نرمتر شده و آماده بلعیدن شده. همچنین ما میدانیم که قدوات لعابیه یک تعدادش در زیر زبان قرار داره. وقتی که ما زبان داشته باشیم قدوات لعابیه به این وسیله راحت‌تر افراز میشن و یا ترشح میشن. بعد از اون ما میدانیم که 4 مزه اصلی در موجودات زنده وجود داره که قابلیت تشخیص دارن. از جمله او 4 زبان، 4 مزه ببخشید. یکی مزه شوری هست، مزه شیرینی،
مزه ترشی و مزه تلخی. ما و شما در بین مواد غذایی که استفاده می‌کنیم، غذاها و خوراکی‌هایی که می‌خوریم، با این چهار مزه همیشه آشنا شدیم و روبرو شدیم. خیلی وقتا متوجه شدیم یک غذایی که می‌خوریم تلخ است یا شیرین است یا شور است و یا ترش است. حالا بیایم در مورد این گپ بزنیم که کدام قسمت زبان این مزه ها را تشخیص می‌ده، یعنی کدام قسمت زبان متوجه میشه که غذایی که ما خوردیم یا خوراکی که ما استفاده کردیم دارای چه نوع طعم یا مزه هست. بیاییم در شکل از روی زبان ببینیم که زبان ما کدام قسمتش میتونه مزه را شناسایی کنه. خب همین شکل که در اینجا میبینین شکل زبان است که چهار مزه اصلی را تشخیص میده. مزه سلطی یا همون مزه شوری که به رنگ آبی نشان داده شده معمولا توسط نوک زبان ما شناسایی میشه، یعنی اول قسمت نوک زبان ما تشخیص میده که غذایی که ما خوردیم یا خوراکی که استفاده شده دارای مزه شور است، که بعد از اون ما مثلا یک عکس العمل نشون میدیم که بله یه غذا شور بود. بعد از اون مزه دیگه مزه شیرینی هست. مزه شیرینی وقتی که ما یک غذایی را میخوریم که دارای طعم شیرین هست، قسمت وسطی زبان ما اون مزه را تشخیص میده که مواد خوراکی که خورده شده دارای طعم و مزه شیرین است. بعد از اون مزه شوری توسط دو طرف زبان یا کناره های زبان شناسایی میشه، یعنی وقتی که یک غذایی که ما خوردیم دارای مزه و طعم ترش باشه، دو طرف یا کناره های زبان ما تشخیص میدن که این غذا یا خوراکی خورده شده ترش است. بعد از اون یک مزه دیگر یا یک طعم دیگری داریم به نام مزه تلخی. مزه تلخی معمولا توسط قسمت آخر یا همون ناحیه آخر زبان ما شناسایی میشه. وقتی که ما یک خوراکی میخوریم که طعمش تلخ است یا به اصطلاح عامیانه میگیم که مرچ داره، توسط قسمت آخر زبان تشخیص داده میشه که این غذا تلخ است یا دارای طعم تند است. و همچنین ما گفتیم که در مورد چهار مزه صحبت کردیم که توسط قسمت هایی که برای شما معرفی کردم شناسایی میشن. عضو بعدی که در سیستم هضم و جذب غذا نقش مهمی را اجرا میکنه به نام قدوات لعابیه یا همون لعاب دهن که به اصطلاح میگیم گفته میشه. پس عضو بعدی عبارت هست قدوات لعابیه هست. قدوات لعابیه همونطور که چند لحظه پیش هم گفتم قدواتی هستند که در دهن مخصوصا در اطراف زبان قرار دارند. این قدوات نقش‌های مهمی را در هضم و جذب غذا به خصوص وقتی که غذا در دهن ما قرار داره اجرا می‌کنند. از جمله وظایف قدوات لعابیه اول این هست که وقتی که ما یک غذایی را می‌خوریم و یا حتی وقتی که بوی یک غذا را حس می‌کنیم و یا بعضی وقتا مشاهده شده که وقتی ما در مورد یک غذا یا یک خوراکی فکر می‌کنیم این قدوات شروع به فعالیت می‌کنند. مثلا وقتی که ما در مورد یک خوراکی یا یک میوه ترش فکر می‌کنیم این قدوات ترشح میشن و یک قسم آب یا یک لعاب دهنی در قسمت دهن ما به وجود میاد یا ترشح میشه. وظیفه دیگه قدوات لعابیه در این هست که غذا را نرم و مرطوب میکنه. وقتی که شما غذا را میخورین این لعاب افراز میشه یا در قسمت ناحیه دهن شما به وجود میاد و باعث میشه که غذای خورده شده نرمتر شود تا برای بلعیدن حاضر باشه و ما راحت بتونیم اون غذا را ببلعیم. وظیفه بعدی قدوات لعابیه در این هست که وقتی ما یک غذایی را میخوریم ممکن است بعد از بلعیدن غذا تعداد زیادی از او ذرات غذا در سطح دندانهای ما باقی بمانند. به خاطری که سطح دندانهای ما پاک شوند از او غذاها، قدوات لعابیه در این قسمت هم فعالیت میکنند، یعنی همون باکتریاها و ذرات غذایی که در قسمتهای مختلف دهن و دندان ما باقی میمانند را پاک میکنند. قدوات لعابیه معمولا در قسمت‌های مختلف دهان قرار دارند، از جمله در زیر زبان و همچنین در قسمت علاشه پایینی و همچنین بعضی از قدوات لعابیه در قسمت‌هایی که مربوط به قدوات گوش هستند نیز پیدا میشن، که هر کدام اینها وقتی که ما یک غذایی را میخوریم و یا همونطور که گفتیم بوی او را حس میکنیم و یا حتی در مورد او فکر میکنیم شروع به ترشح و افراز و فعالیت میکنن. پس ما گفتیم قدوات لعابیه در نرم کردن و مرطوب کردن غذا
و همچنین پاک کردن سطح دندان ها نقش مهمی را اجرا میکنن. و همینطور گفتیم که قطعات لوبیا در کدام قسمت ها یافت میشن. خب بیاین یک مرور کلی داشته باشیم در موردی که امروز در مورد چه چیزهایی ما مطالعه کردیم و یاد گرفتیم. امروز در مورد چند عضو مهم دیگری که در سیستم هضم و جذب غذا نقش دارن صحبت کردیم، از جمله در مورد انواع دندان ها گپ زدیم که گفتیم هر انسان دارای 32 عدد دندان هست که به طور مساوی در دو علاشه بالا و پایین قرار داره که قسمت های جلویی دندان را یا همون دندان های پیش روی ما را به نام دندان های ثنایا یاد میکنن. در کنار او دندان های دیگری وجود داره به نام انیاب که انیاب درازترین و تیزترین دندان های هر انسان را تشکیل میده که در قطع کردن و ریزه کردن غذا نقش اجرا میکنن و در کنار او به ترتیب دندان های آسیاب کوچک و آسیاب کلان قرار دارن که هر دو در نرم کردن غذا نقش مهمی را اجرا میکنن. بعد از دو عضو بعدی در مورد زبان بود که گفتیم زبان در صحبت کردن، در هدایت دادن غذا به قسمت های مختلف دهن نقش داره و همچنین در زمانی که ما یک غذایی رو میخوریم این زبان هست که تشخیص میده دارای چه نوع طعم و مزه هست که ما در شکل هم توضیح دادیم که یک بار دیگه هم این رو مرور میکنیم. گفتیم که مزه شوری توسط نوک زبان، مزه شیرینی توسط قسمت وسطی زبان، مزه ترشی توسط دو طرف یا کناره های زبان و مزه و طعم تلخی هم توسط قسمت آخر زبان قابل شناسایی هست. و در آخر در مورد قدوات لعابیه گپ زدیم، گفتیم که قدوات لعابیه در نرم و مرطوب کردن غذا نقش دارن و همچنین در پاک کردن دهن و دندان از غذاها و ذرات و باکتریهای باقی مانده نقش مهمی را اجرا میکنن. و در آخر گفتیم که قدوات لعابیه در زیر زبان، در قسمت علاشه پایینی و همچنین در قسمت قدوات مربوط به ناحیه گوش هم قرار دارن. خب این بود درس امروز ما، امیدوارستم که درس را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی و روز بعدی خدا نگهدار.